سلام فرشته های من، به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. امروز میخوام باهاتون راجع به وسایل نفرین شده صحبت کنم. یه سری از این وسایل برای صاحباشون یا کسایی که به اونا دست زدن مرگ و بدبختی میارن، ولی یه سری دیگه نه، فقط باعث حال بد و تجربه های فراطبیعی میشن. البته همه موارد لیست امروز وسیله نیستن، یکیشون انسان بوده. احتمالاً این ویدیو چند تا پارت میشه، چون تعداد این وسایل خیلی زیاده، نمیرسم همشونو توی یه پارت بگم. بریم پارت یکو ببینیم. مورد اول لیست امروزمون یک کتابه. یک کتاب خیلی ساده که تو سال 2018 چاپ شد، ولی این کتاب 400 سال قبلش نوشته شده بود. اسم این کتاب داستانه یه یتیمه. موضوعش هم راجبه یه پسر 14 ساله اسپانیاییه که از خونش میره بیرون دنبال ماجراجویی. داستانش مشکلی نداره، هیچ چیز دارکی راجبش وجود نداره، ولی هر کسی که توی این 400 سال با این کتاب درگیر بوده خیلی یهویی مرده. از خود نویسندش بگیر که حتی نتونست کتابشو تموم کنه تا هر کسی که توی این 400 سال خواسته این داستانو ادیت یا چاپ کنه، همشون مردن. در نهایت این خانوم که مثل اینکه خیلی شجاع بوده، با وجود هشدارایی که راجع به کتاب بهش میدن چاپش میکنه. خوشبختانه خودش هنوز زنده است، ولی میگن نفرین این کتاب لابلای داستانش باقی مونده. میگن وضعیت از قبلن که چاپ نشده بود بدتره، چون الان افراد زیادی میخوننش و میتونه قربانیای بیشتری بگیره. شما رو نمیدونم، ولی امکان نداره من بخونمش. تو سال 1991 دو تا توریست آلمانی تو کوههای آلپ یه جنازه پیدا میکنن. اولش فکر میکنن این جنازه برای یکی از کوهنورداست، ولی معلوم میشه یه مومیای 4000 ساله است. دانشمندا بهش آتسی یا مرد یخی میگن. این مرد قربانی یه قتل بوده. حالا چرا تو لیست امروزمونه؟ چون تعداد زیادی از افرادی که بهش دست زدن مردن. اولین نفر دانشمندی بود که آتسی رو از تو یخ در آورد. وقتی داشت میرفت توی دانشگاه راجع به این مومیایی سخنرانی کنه، تصادف میکنه، میمیره. دومین نفر لیدر اون تیمی بود که دنبال اون دوتا توریست رفت آتسی رو پیدا کنن. زیر بهمنگیر کرد، مرد. نفر سوم فیلمبرداری بود که داشت از صحنه بیرون آوردن آتسی برای مستند فیلمبرداری میکرد. یه مدت کوتاه بعد از بیماری فوت کرد. خود توریست آلمانی هم که آتسی رو پیدا کرده بود، سری بعدی که داشت اونجا کوهنوردی میکرد توی همون نقطه فوت کرد. مرگای مشکوک اون تیم همین جوری ادامه داره. اگر دونه دونه بخوام بگم، کل این ویدیو راجع به آتسی میشه. صورتش رو با تکنولوژی بازسازی کردن، این شکلی بوده. رو بدنش هم کلی تتو داشته. معلوم شد این مرد زمانی که زنده بوده یا برای اهداف جادوگری قربانی شده، یا رئیس یه قبیله بوده که توی توطئه کشتنش. ماشین بازیگر معروف جیمز دین. جیمز پورش نقره‌ای میخره، ولی یه مدت کوتاه بعد تو سال 1955 با همون ماشین تصادف میکنه، میمیره. بقایای این ماشینو یه مردی به اسم جورج بریس میخره. میخواست درستش کنه که به فنای جیمز بفروشتش. آخراش بود که این ماشین درست بشه، میفته رو مکانیکش لهش میکنه. چندین بار این ماشین فروخته میشه، ولی هر بار صاحب جدیدش میمیره. میگن دیگه خیلی خوب فهمیدیم این ماشین نفرین شده است، نباید بفروشیمش. قطعه قطعش میکنن، قطعاتشو میفروشن. سه نفر از کسایی که این قطعاتو خریدن تو تصادف رانندگی میمیرن. مورد بعدی لباس عروس آنا بیکره. الایاس بیکر تو سال 1936 یه قصر میخره و یه مدت کوتاه بعد از اینکه به اون قصر نقل مکان میکنن، دختر بزرگش آنا عاشق یه آهنگر فقیر میشه. بابای با این ازدواج مخالفت میکنه، ولی آنا یواشکی با این پسر قرار ازدواج میذاره، حتی لباس عروسش هم میخره. باباش از پول و قدرتش استفاده میکنه و دستور میده آهنگر رو از اون شهر به زور ببرن بیرون. آنا افسرده میشه و بهش میگه من دیگه با هیچ کس ازدواج نمی کنم. رو قولش هم میمونه. لباس عروسی که هیچ وقت نتونسته بود بپوشه رو بر میداره، تو اتاقش آویزون میکنه. سالیان سال میگذره. آنا از پیری جلوی همون لباس تو اتاقش میمیره. بعد از مرگش چند نفر لباسو پوشیدن، ولی همشون توهم میزدن. چیزای ترسناک میدیدن. معلوم شد لباس تسخیر شده است.
میذارنش توی قفسه شیشه‌ای که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. میگن لباس توی اون قفسه تکون میخوره. بعضی وقتا هم یه جوری وای میسته انگار یکی پوشیدتش. لشکر سوفالین یا لشکر تراکاتا. تو یکی از روستاهای چین تو سال 1974 چند تا کشاورز داشتن زمین رو برای چاه میکندن که یه عالمه مجسمه سفالی سرباز پیدا میکنن اندازه یه لشکر کامل. این مجسمه ها 2200 سال پیش ساخته شده بودن و دلیل ساختشون هم این بوده که از اولین امپراتور چین تو سفرش به اون دنیا محافظت کنن. از همون روزی که اینا پیدا شدن، روزای خوش مردم روستا هم تموم شد. چون یه کشف باستانی خیلی بزرگ بود، زمیناشون رو ازشون گرفتن. کم کم اونجا به یه منطقه توریستی تبدیل شد و خونه هاشون رو خراب کردن. مردم روستا مجبور شدن از اونجا برن. خودشون بر این باورن که چون آرامش اون مجسمه ها رو خراب کردن، دارن تنبیه میشن. نکته عجیب ترش اینجاست. با اینکه چینی‌ها معمولاً عمر طولانی دارن، همه اون کشاورزایی که اون روز داشتن زمین رو می‌کندن اوایل 50 سالگی مردن. مورد بعدی صندلی نفرین شده است. این صندلی متعلق به یه مرد خیلی منفور و بد اخلاق به اسم تامس بازبی بود. روی این صندلی خیلی حساس بود، خیلی دوستش داشت. یه روز سال 1702 میاد خونه میبینه پدر خانومش روی این صندلی نشسته. خیلی عصبانی میشه، شروع میکنن با هم دیگه دعوا و جر و بحث کردن. پدر تهدیدش میکنه که طلاق دخترمو ازت میگیرم. تامس هم از خونه میندازتش بیرون. ولی عصبانیتش آروم نمیشه. میره خونه پدر خانومش، با چکش میکشتش، بعدم جسدشو تو جنگل قایم میکنه. چند وقت بعد جسد پیدا میشه و تامس بازبی به اعدام محکوم میشه. توی روز اعدامش تو مسیری که داشتن میبردن اعدامش کنن میگه اگه میشه منو ببرید خونم که برای آخرین بار رو صندلی مورد علاقم بشینم یه نوشیدنی بخورم. وقتی نوشیدنیش تموم میشه میگه امیدوارم هر کسی که جرأت کرد رو صندلی من بشینه مرگ ناگهانی بره سراغش. نمیدونم دلیل این علاقه زیادش به این صندلی چی بوده، ولی نفرینش میگیره. میذارنش توی موزه، ولی واقعا هر کسی که روی اون صندلی میشینه یه اتفاق بد براش میفته. انقدر این مسئله تکرار میشه که آخر تو سال 1972 از سقف آویزونش میکنن که دیگه نفرینش کسی رو نگیره. مورد بعدی لیست امروزمون یه الماس 250 میلیون دلاری آبیه به اسم الماس هوپ یا امید. میگن این الماس اولین بار از چشمه مجسمه الهه هندی به اسم سیتا دزدیده شده. هوپ نفرین شده است. قدمت نفرینش هم برمیگرده به قرن 17. برای صاحباش بدبختی و مرگ میاره. یا خودکشی میکنن یا به قتل میرسن. مورد آخر لیست امروز گلدون بسانوه. این گلدون که تو قرن 15 از نقره ساخته شده بود به عنوان کادوی عروسی داده میشه به یه عروس که توی دهکده تو ایتالیا زندگی میکرد. همون شب عروس در حالی که این گلدون تو دستش بود میمیره. قبل از مرگش میگه انتقاممو میگیرم. حالا معلوم نیست که به خاطر حرف اون عروسه این گلدون نفرین میشه یا از قبل نفرین شده بوده. تنها چیزی که معلومه اینه که بد چیزیه. بعد از مرگ دختره گلدون بین اعضای خانوادش میچرخه، ولی دست هر کدومشون که میرسه به طرز مشکوکی میمیرن. در نهایت تصمیم میگیرن که این گلدون رو یه جا قایم کنن که دیگه کسی نتونه پیداش کنه. این کارشون یه مدت جواب میده، ولی تو سال 1988 یه آدم فضول پیداش میکنه. با اینکه اون خانواده یه نامه توش گذاشته بودن که مراقب باشید این گلدون نفرین شده است برش ندارید، اون فرد برمی‌داره میفروشتش. اولین نفری که گلدون رو خرید یه داروساز بود. 3 ماه بعد فوت کرد. خانوادش گلدون رو فروختن به یه جراح 37 ساله که 2 ماه بعد اونم فوت کرد. صاحب بعدیش زمینشناس بود که 3 ماه بعد از خریدن گلدون، احتمالا خودتون میدونید چه اتفاقی براش افتاد. خب این همه موارد لیست امروز بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما به هم بگید که پارت 2 شو درست کنم. تو ویدیو بعدی میبینمتون.